discover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. به این ترتیب حالا صادقیان میزنه و بعد از تیر دو یه لحظه زده و به نظر میشه که اصلا با تیر هم برخورد کرد. محمد یه ضربه و باز هم با خودش حامد فلاح زاده برزای What if I'm far from home یه باشه مستقی ضربه زمینی با توی دروازه توی دروازه چه شکلی پسکولی گل میخوره رو به این سینگی If the sky comes falling down for you راه آهنی ها فرصت خلا برای دوم پرسپولیس و پرسپولیس و یکی جا از راه آهن جلو میفته. البته این رو هم از رو کنند زمین که اینجا تصویر آیسته برخوردشون با تیر دروازه و سپس حامد فلاح‌زاده و ورود به دروازه رو میبینیم. این رو هم از رو کنند که نفتی ها ستر جلو هستن به اضافه 14 هستن به اضافه 17 شده گل های نفتی ها پرسپولیس با این گل حالا به اضافه 19 هست. بزرگ محمد توی شش قدم و یه لحظه بنظر ببینیم با هم جزئیات کار رو. بله تو با تیر دروازه برخورد کرد. حالا به این ترتیب میزنه و برخورد با تیر دروازه ساییده شدن تو به تیر دروازه و رفتن به بیرون. بسیار خوب میزنه دیوید ویکرم. کورنر با صادقیان ارسال بلند یه ضربه سر فرصت برای گل سوم پرسپولیس. خب یه حرکت دیگه از پیام صادقیان نگاه میکنه یه پاس خوب رو ارسال میکنه فرصت برای زدن ضربه و کج میبینه دروازه رو. دهنوی کوتاه کار میکنه.
حالا با بیرون پای راست یه پاس خوب، حالا دیگه واقعا فرصت برای گل سوم هست. خوب کار میکنه اونجا حامد فلاح‌زاده. مسلمان ناراحت هست از اینکه این فرصت خوب رو نتونسته تبدیل به گل بکنه. راه آهن بار دیگر برای رسیدن به دروازه پرسپولیس. ارسال به درون محوطه جریمه، فرصت برای گل تساوی و توی دروازه، توی دروازه. بایستی ببینیم بازی با همین نتیجه به پایان خواهد رسید یا خیر. یه پاس به جناح راست، یه کنترل خیلی خوب در درون محوطه جریمه از همون بازیکنی که من هنگام ورود خدمتتون عرض کردم در فصل گذشته هم باعث پیروزی 1-0 راه آهن شده بود، اینجا گل تساوی رو میزنه. علی عظیمی که دقایق کوتاهی هم هست به بازی آمده. 2-2 مساوی.